امروز میخوایم در مورد فعل توبی با هم صحبت بکنیم که فعل توبی معنی هستن هستش که اگه بخوایم صرفش بکنیم میشه امو، ایزو، آر که فکر میکنم همتون باهاش آشنا هستید. بعد صرف فعلمون اگه بخوام بگم میگم که I am, you are, he is، یعنی I am که میشه من هستم، you are یعنی شما هستی، you are مفرد، he is یعنی او آقا هست، she is اون خانم هست، it is آن هست، یعنی یه چیز یا شی یا مکان، we are ما هستیم، you are your جمع شما هستید، they are آنها هستن. خب صرف فعل to be هستش. مثلا اگه بخوام مثال بزنم میگم I am a teacher، you are a student، he is a doctor، she is a nurse، it is a door، we are scientists یعنی ما دانشمند هستیم، you are مثلا pilot شماها خلبان هستیم، they are مثلا چی بگم lawyers آنها مثلا وکیل هستن. خب اینجوری میشه شکل ساخت فعل to be مون، من هستم، شما هستید، او هست و به همین ترتیب فعل to be که صرف میشه. و اگه بخوایم منفیش بکنیم کافیه که فقط یه not به am و is و are اضافه بکنیم، میشه I am not، you are not، he is not، she is not، it is not، we are not، you are not and they are not، که البته شما میتونید مخففش هم به کار ببرید، به جای I am بگین I'm، به جای you are بگین your، به جای he is بگین his، she is she's، it is it's، we are where، you are your and they are their. و یه نکته بهتون بگم، توی رایتینگتون، یعنی وقتی میخواین یک رایتینگ رسمی، خصوصا کاری به غیر رسمی ها نداریم، به یه رایتینگ رسمی که بنویسید و شما کامل جملتون رو بنویسید، مثلا I am، you are، ولی توی اسپیکینگ که میخواین وقتی به حرف زدنتون سرعت ببخشین، تون حرف بزنید، به جایی که بگین I am a doctor بگین I'm a doctor، میبینین سرعتتون رو میبرین بالا. پس مخففا برای اسپیکینگ کار دارن و ولی برای رایتینگ، اونم خصوصا رایتینگ رسمی، نه، شما باید کامل جملتون رو بنویسید. روی رایتینگ های غیر رسمی که مثلا داریم با دوستتون چت میکنیم، نه، اون میتونین مخفف هم استفاده بکنید. حالا چجوری سوالیش بکنم؟ کاری نداره، که فقط کافیه که جای فاعلتون رو با فعل to be عوض بکنید. مثلا میگن که I am a teacher، جا به جاش بکنید، میشه Am I a teacher؟ You are a doctor؟ Are you a doctor؟ He is a nurse؟ Is he a nurse؟ She is a مثلا pilot؟ Is she a pilot؟ خب و تا آخرش هم همینطور، It is a مثلا door، Is it a door؟ We are scientists، Are we scientists؟ You are مثلا engineers، Are you engineers؟ و نهایتا They are میشه Are they lawyers مثلا. خب جوابتونم جواب کوتاه دارین، مثلا میگم که Is he a doctor؟ بعد به این intonationتون هم دقت بکنید. فعلای سوالهایی که یعنی question هایی که جوابشون به yes و no ختم میشه، یعنی yes و no question اصطلاح هم بهشون میگیم، که جواب یا yes یا no، نیاز نیست که توضیح بدیم، شما باید این intonationتون رو به بالا حرکت بکنید، صدا مثلا میره بالا، میگم که Is he a doctor؟ ببینیم توجه کنید، میره بالا، میگم Is he a doctor؟ حالا جواب یا ممکنه منفی باشه یا ممکنه مثبت باشه، میگم Is he a doctor؟ جواب Yes he is، No he isn't. مثلا اگه جواب منفی باشه میتونی ادامهش بدیم، میگم No he isn't، he is a nurse مثلا. خب و یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، توی جواب کوتاه توی Yes وقتی که میگم Is he a doctor؟ نگید یه وقت توی جواب کوتاهش Yes he's، توی جواب کوتاه ما مخفف استفاده نمیشه، غلطه، نمیگم yes I'm، yes you're، بعد بگم yes I am،
Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. و به همین ترتیب. پس توی جواب مخفف استفاده نکنید. دیگه فکر نمی کنم نکته مونده باشه در مورد فعل to be. همه رو بهتون گفتم. امیدوارم که براتون مفید باشه.